بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. قال اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آیه 113 سوره بقره را میخونم و برای دوستان معنا میکنم. و قالت اليهود ليست النصارى على شيء. میفرماید یهودیا میگن مسیحیا از حق و حقیقت و واقعیت و دیانت بهره ای ندارند. چرا؟ چون یهودیا عیسی مسیح را زنازاده ای دروغگو می دانند. این هر دو یهودیا. حالا دیگه در دنیای امروز چجور یهودیا و مسیحیا با هم جفت شدند و دارن یه حرکاتی رو انجام میدن، اینا دنیای سیاست است و منافع مشترک. و الا در اعتقاد یهود مسیحیتی وجود ندارد و مسیحیت یک آیین ساختگی است و پیامبر مسیحیان عیسی مسیح علیه السلام یک دروغگو بیشتر نیست. بنابراین یهودی ها میگن مسیحی ها بهره ای از حقیقت در دینشون و اعتقاداتشون و مذهبشون نیست. نقطه مقابل و قالت النصارى ليست اليهود على شيء. عکس مسیحی ها چه میگن؟ نصارا که همون مسیحیان باشن، اونا میگن یهودیا از دین حق و حقیقت بهره نبردن و مذهبشون باطل است. درست دو تا کلام مثل هم بر علیه هم. یهودی ها میگن مسیحی ها بهره ای ندارند، مسیحی ها میگن یهودی ها بهره ای ندارند. اینا عیسی مسیح پیغمبر خدا رو تکذیب کرده اند، بنابراین بهره ای از حقیقت ندارند. و هم یتلون الکتاب، باب به اصطلاح ادبی باب حالیه است. گویا قرآن تعجب میکنه، میگه اینا بر علیه هم دیگه اینجوری حرف میزنن در حالی که میدا و در حالی که تلاوت کتاب میکنن. یعنی یهودی ها تورات دارن، تورات رو قرائت میکنن. در تورات آیاتی هست که اشاره به ظهور عیسی مسیح دارد. چجوری اون آیات رو میخونن و به عیسی چی ایمان نمی آورن؟ باز مسیحی ها در انجیلشون فقراتی دارن که نسبت به موسی و کلیم الله موسی رو تصدیق میکنن، میگه موسی پیامبر خداست. خب پس اگر موسی پیامبر خداست، چجوری یهودی ها مسیحی ها میگن یهودی ها بهره ای از حقیقت نبردن؟ تعجب این است
اینا همدیگر رو در حالی دارن نفی میکنن که هر دوشون یک کتاب آسمانی دارن به نام تورات و انجیل. اگرچه کتاب آسمانی تورات تحریف شده است و همچنین کتاب آسمانی انجیل اصلا در اختیار نیست، نه اینکه تحریف شده باشد، این انجیل ربطی به انجیل نازل شده که بر عیسی مسیح ندارد، ولی بالاخره یه بهره ای از اون دارد. بنابراین چجوری اینا هم دیگر رو دارن تکذیب میکنن و میگن هیچ بهره ای ندارد. بعد قرآن ادامه میدن کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، همچنین میگن اونایی که نمیدانن، اونایی که نمیدانن ظاهرش مشرکین عرب هم. مشرکین عرب از بیش عرب بودن، یعنی اگه اونا یه توراتی داشتن، یه انجیلی داشتن، یه چیزایی داشتن از حقیقت، مشرکین عرب اینا هیچی نداشتن، نه کتاب آسمانی داشتن، نه بهره ای از پیامبران داشتن، هیچی نداشتن. لذا قرآن میگه و همچنین است کسانی که هیچ بهره ای از آسمان و از وحی الهی ندارند، اونایی که هیچی نمیدانند، اونا میگن چی؟ مثل قولهم، اونا همین حرف اینا رو میزنن، میگن چی؟ میگن این مسلمان ها بهره ای ندارند از حق و حقیقت. یا فرض کنید که دیگران میگن این شیعه ها بهره ای از حق و حقیقت ندارند. و همچنین حلم جر را، یعنی داستان ادامه دارد، یهودی ها نسبت به مسیحی ها، مسیحی ها نسبت به یهودی ها، مشرکین قریش نسبت به مسلمان ها، هر طائفه، هر گروه، هر مذهبی نسبت به مذهب دیگه میگن اینا رو ولشون کن، اینا از حق و حقیقت بهره ای ندارن. درست شد؟ خب قرآن می فرماید خیلی خوب، حالا این نزاع صورت مسئله، یهودی ها منکر مسیحی ها، مسیحی ها منکر یهودی ها، مشرکین عرب و قریش منکر مسلمان ها و موحدین. خدا میگه فالله یحکم بینهم یوم القیامه، خیلی عجله نکنید، یه روز قیامتی خواهد بود، در اون روز قیامت خدا حکم میکند بین همه این مذاهب و طوائف و ادیان، این که کی نجات پیدا میکند. صبر کن، خیلی تنها پیش قاضی نرید، خیلی دلتون رو خوش نکنید. چه کسی، کدام اعتقادی، کدام مذهبی نجات پیدا می کند و صحیح است، خدا روز قیامت حکم خواهد کرد. دیگه حکمی که خدا بکنم که دیگه درسته، اونم روز قیامت. کسی دیگه حق اعتراض دارد؟ کسی که دیگه حق اعتراض ندارد. حکم خدا در چیز؟ فیما کانو فیه یختلفون، خدا حکم میکند در این اختلافات که میگن اون باطله، اون بهره ای ندارد، اینا رو ولشون کن، اینا باطلن. میگن عجله نکنید،
سریع حکم نکنید. خدا روز قیامت این اختلافی که الان وجود دارد را بین شما حکم میکند و حکم خدا دیگه نافذ است و کسی در مقابل حکم خدا نمیتواند حرفی بزند. خب شما نگید آقا خب همه فرق و طوائف، نه، در یک آیین و مذهب فرقه های مختلف، گروه های مختلف همدیگر رو تکذیب میکنن، میگن اینا بهره ای ندارن. این یه امر خیلی طبیعی است، خیلی هم رایجه، خیلی هم رایجه. میگیم بله چنین است ولی صحیح نیست. چرا؟ ما نمیگیم هیچ آیینی بهره ای از حقیقت نداره. یهودیت دینی است که بر پیامبر خدا موسی کلیم نازل شده. موسی پیغمبر خداست، یهودیان پیروان موسی، بنابراین دینشون پیغمبرشون صحیح است. ما مطلقا نه تکذیب موسی میکنیم، نه تکذیب تورات میکنیم، نه تکذیب آیین یهود. درسته همش، بله این تورات و تورات نیست، این توراتی که دست یهودی هاست تورات نازل شده بر موسی کلیم نیست، خداشون هم قبول دارن. چرا؟ وقتی که بخت و نصر بابل رو گرفت و اینا را اسیر کرد، یهودی ها رو و کش و آتش زد و چکر، تمام نسخه های خطی تورات را سوزان. بخت و نصر این قصه مال نزدیک 3000 سال پیش. بعد کوروش پادشاه ایرانی وقتی بابل رو فتح کرد، یهودی ها رو آزاد کرد از قید اسارت. یهودی ها که آزاد شدن، دین را هم آزاد اعلام کرد. یهودی ها میخوان برگردن به آیین خودشون، میخوان تورات بخوانن، نسخه ای از تورات نیست. پیرمرداشون رو جمع کردن، گفتن شما هرچی از تورات یادتونه بگید تا ما بنویسیم. پیرمردا هر کسی هر جایی بلد بود میگفت نوشتن. خب یه پیرمرد چقدر میتونه خطا کنه؟ الی ماشاءالله. توجه میکنید اینا تو کتابای تاریخی خودشون هم هست. بنابراین تورات نوشته شد زمان کوروش، از نو از حافظه پیرمردای یهود و بنی اسرائیل. بعدم که یهودیا استاد چیه؟ تقلب، استاد تقلب و جعل و حق بازی و پدر سوختگی رو نگو، ولی اونم بگون شما طوری استاد این کارا یهودی ها، استاد جنگ یهودی ها، استاد حقبازی یهودی ها. بعد اینا در این نزدیک 3000 سال تو همون توراتشون هم تصرفات کرد. بنابراین اصل موسی کلیم الله پیغمبر خداست، قرآن تأیید میکنن، ما مسلمان ها قبول داریم. اصل تورات کتاب آسمانی نازل شده بر موسی است، ما قبول داریم. ما هیچ ممکن نیست، ما نمیگیم یهودی ها بهره ای از حقیقت ندارن، نه. بیان سر مسیحی ها، مسیحی ها چی؟ عیسی مسیح چیه؟ پیامبر خداست. قرآن میگه پیامبر خداست.
میگه عیسی کلمه خداست، معجزه خداست، پیغمبر خداست، کتاب آسمانی دارد به نام انجیل. ما همه رو قبول دارد. عیسویان بهره ای دارن از چی؟ از حق و حقیقت و اینا ممکن نیست. بله، بعد در آیینشون یه تصرفاتی کردن، یک بله بفرمایید پتروس نامی بوده است، مسیح یهودی مسیحی ستیز بوده است. بعد از این که عیسی رو به قول اینا به دار زدن، به قول ما مسلمان ها خدا او رو به آسمان برد، این یهودی مسیحی ستیز پتروس مسلمان این مسیحی شد و آیین مسیحیت رو دگرگون کرد، به کلی دگرگون کرد. داستان تثلیث و عیسی خداست و اینا همه اندیشه های این پتروسه. از بله یهودی بود و مسیحی ستیز، به شدت با مسیحی ها مخالف بود. بعد از رفتن عیسی یهو مسیحی میشن و یهو مسیحی دو آتشه میشن. انقلابی های بعد انقلاب رو یاد دونیم؟ این شما یاد دونیزم رو یاد دونیم؟ قبل انقلاب یه عده انقلابی بودن، بعد انقلاب یه های عده انقلابی سینه چاک شد. خدا رحمت کند آقای مجدل علما جد ما رو. از یه روشین صلوات نزدشین الله سلام محمد و عجل حرزم. می گفت تو بازار داشتم می رفتم قصه مال دهیه بله خواهیشون شخصی فوت شده اصلا همون اوائل انقلاب. می گفت داشتم می رفتم دیدم یکی این بازاریا یهو یه ریش گذاشته تا پت شالش بعد پیروزی انقلاب سال 57. روش گفتم که پس چطور شد یهو این ریش آمد تا پت شال پایین؟ گفت دیگه هج آقا حالا امرو اینجوری میپسندن. حواظتون هست یهو بعد انقلاب یه عده انقلابی شدن و سینه چاک و فلان. بگذاریم این پتروس بعد این که مسیح رفت یهو مسیحی شد و به کل آیین مسیحیت را عوض کرد. اینقدر تیز و تند مسیحی شد که اصلا حواریون عیسی میگفتن بابا این حرفا درست نیست، مسیح کی گفت من خدام؟ گفتن نه پتروس گفته مسیح خداست، پس مسیح خداست. و الان مسیحیت امروز قائل به تثلیث است و در واقع مسیحیت این روز آیین عیسی مسیح نیست، آیین این پتروس. بهش میگن پتروس مقدس، به عربی میگن بولس مقدس. توجه فرمود. خیلی خوب، اینم پس ما مسیحیت را اصلش را قبول داریم، انجیل اصل را قبول داریم، عیسی مسیح را هم پیغمبر خدا میدونیم، هیچ هم منکر نیست. بله بت پرستی و شرک را ما مسلمان ها اصلا قبول نداریم، در هیچ شکل و ظرفش. یعنی چه بت پرستی مشرکین قریش باشن، چه بت پرستی ژاپنیا امروز باشن، هیچ فرقی ندارد. این که یه خدا درست میکند با سنگ و چوب و فلز و خرما و اینا میذارد جلوش و در مقابل این خدا چه میکند؟ عبادت میکند، نماز میخواند، دعا میکند. مطلقا ما اینا رو قبول نداریم، میگم اینا آیین الهی
نیست. درست شد؟ خب. و اما ما مسلمان ها نسبت به هم دیگه، ما شیعه ها نسبت به سنی ها نمیگیم سنی ها بهره از حقیقت ندارن، نه، سنی ها آمدن جلو خدا رو قبول دارن، پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قبول دارن، بسیاریشون حب اهل بیت پیغمبر رو دارن. پس گام هایی را آمدن جلو، موحدن، مسلمانن، پاکن، ذبیحشون حلاله، ارث میبریم ما با اونها، ازدواج میتونیم بکنیم با اونها. اینا اونها نسبت به ما چی میگن؟ او برادران عزیز اهل سنت بود نسبت به ما، بسیاریشون میگن اینا هیچ بهره ای نداره، اونا نسبت به ما شیعه، ولی بعضیشون هم حرف ما رو میزنن نسبت به سنی ها، بعضیشون هم خب میگن شیعه ها مسلمانن، موحدن، خدا و پیغمبر قبول دارن. بله فرقشون با ما اینه، ما سه تا خلیفه این وسط میذاریم لاش سنی ها، بعد میگیم علی خلیفه یه چی؟ چهارم. شیعه ها میگن این سه تا رو ما قبول نداریم. تموم شد، خیلی واضح آشکار قایم هم نمی کنیم. میگم ما این سه تا رو که شما گذاشتین لاش، ما این ستا را قبول نداریم. خلیفه بلافصل پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، بعد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی؟ معاویه؟ نه، ما معاویه رو یک پول قبول نداریم، یه پول سیاه. ما میگم بعد امیرالمومنین سبت اکبر آقا امام حسن مجتبی، او خلیفه برهم. خب معاویه چی کار است؟ خلافت از امام حسن گرفت، میگیم چیه؟ قاصد، قاصب خلافت. امام حسن خونه نشین کرده، خلافت قاصب. بعد امام حسن امام حسین، یزید چی کار است؟ هیچ، قاتل حسین، قاصب. برو جلوتر، بعد امام سجاد، امام باقر، امام صادق، موسف جعفر، امام رضا، امام جواد، امام حادی، امام حسن عسکری، امروز هم کی؟ صاحب العصر و الزمان بقیت الله اعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. این حرف ماست. خب ما هیچ کیو نمیگیم بهره ای ندارد. یهودی ها یه مقدار آمدن جلو، مسیحی ها یخت بیشتر، مسلمان های سنی کمی بیشتر، شیعه ها همه را شیعه اثنا عشری امامی دوازده امامی تمام راه را آمدن، اونا هر کدوم یختش آمدن، ما همه شو رفتیم. خب حالا اگر اونا کار خوبی انجام بدن، فایده ای برای دنیا و آخرتشون دارد؟ بله که دارد، بله که دارد. هر کس کار خیر و خوبی انجام بدهد، هم تو دنیا براش فایده دارد، هم تو آخرت.
برو جلوتر از یهود و مسیح، برو بالا، کافر به خدا و همه پیغمبران، کافر به خدا و همه پیغمبران. اگر کار خوبی انجام بده براش فایده دارد، بله فایده دارد. تو دنیا خیلی میشه یا تو آخرت از عذابش چه میشه؟ کم میشه. پس فایده دارد. آقا توجه فرمودید؟ یعنی یکی نه خدا قبول داره نه پیغمبر خدا قبول داره، اما به فقرا کمک میکنه، اما یه بیمارستان ساخته برای مرتوهی دستان، اما یه به یتیما کمک میکنه، فایده براش داره، بله براش داره. پس ما اونا رو هم حتی نمیگیم بی بهره هم. اگه حتی اونام فایده داره براشون و بهرت میبرن از کار خیلی که کرده هم. توجه فرمودی؟ پس ما بی بهره اگر کسی کار خیلی بکنه و خوب بی بهره میکنه. هم ثواب میخواهی بهشت میخواهی، رفتن بهشت مثل این ده یه جوب آبی باشن، شما از این برش میخوایی بپری اون برش، این جوب آبا از این بر میخوایی بپری اون بر، اگه تمام عرض جوب و پریدی نمیونی. سمت آخرش کم بیاری میفتی تو جون معلوم شد. بهشت میخوایی بریم مثل پرش از عرض این جون، باید دو متر رو کامل بپری تا بریم، نیم متر پرید تو جون، یه متر پرید تو جون، یه متر و 99 سانتم بپرید یه جوبی، تا برسید بهش. اما اونایی هم که تمامشون نپریدن و به بهش نرسیدن، اونا هم بی بهره نیستن، بهش نمیرن. اگه کار خوبی کردن و اگه کار خوبی کردن، در قیامت از عذابشون کم میکنن. دختر حاتم طایی آمد مسلمان شد، پیغمبر خیلی احترام شد. گفت یا رسول الله، شما مرا اینقدر احترام کردید، آیا پدر من تو بهش میرن؟ پدرش حاتم طایی با اون همه جود و سخاوت و اینا که ضرب المثل دیگه، حاتم طایی در بخشش جود سخاوت، حاتم طایی قبل از بعثت پیغمبر مرد، یعنی مشرک از دنیا رفت، بت پرست. گفت آیا پدر من میرن تو بهش؟ پیغمبر فرمودن نه، چون مشرک از دنیا رفت، بهش نمیرن. اما در جهنم خدا او رو در یه فضایی قرار میده که آتش جهنم بهش اثر نمی کنه و نمی سوزن. چرا؟ چون صفت سخاوت و بخشندگی و جود داشته، از فایده داره. اما بهش
بنا بود یهودی ها رو پیغمبر مجازات در یکی از نبردها با یهودی ها. جبرئیل آمد نسبت به یهودی به پیغمبر رسول الله، این یهودی رو مجازاتش نکن. پیغمبر گفتن چرا؟ جبرئیل گفت یا رسول الله، این یهودی سخاوتمند دست به دل مجازات. نوبت مجازاتش که شد، رسول خدا فرمودند که این مجازات نمیشه، آزاد دل. گفت یا رسول الله چه؟ فرمودند جبرئیل به من خبر داد تو بخشنده ای، به همین خاطر ما تو رو مجازات نمی کنیم، برو. تا شد جبرئیل خدای تو آدمای بخشنده رو دوست داره، خدای من دست دهنده و بخشنده رو دوست داره. یهودی گفت اگه خدای تو چنین است من به تو ایمان میارم. همون جا مسلمان فایده داره. اما بهش رفتن باید تمام چوب رو بپرید، تا تمامش رو نفری نمیشه. باید خدای احد واحد رو قبول بشه، باید پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قبول بشه، باید علی مرتضی و 11 فرزند علی مرتضی تا صاحب العصر و زمان رو قبول بشه، باید معاد روز قیامت بهشت و جهنم قبول داشته باشه. همه اینا رو که قبول داشته باشه، این تازه شد اعتقادات، اعمال دن باید درست باشه، واجبات دا انجام بدی، گناه ها رو ترک کنی، مردم ها اذیت و آزار نکنی،